خالقا نامت را زمزمه می کنم، زیرا کوله بارم خالی ولی موج سخاوت تو جاری است. دوستان اوقاتتون پر از نگاه خدای ایران، لبخندتون پایدار مثل لبخند کودکی. این کلیپ رو اختصاص دادم دوستان به پیدا کردن گنج و دفینه بدون استفاده از هر گونه سیستم با دستان خالی. دوستان عزیز، شما در زمستان به راحتی میتونید اگر برف روی زمین باشه مکان دفینه رو بدون استفاده از هر سیستمی پیدا بکنید، نقطه هدف رو. چطور؟ ببینید دوستان، وقتی که برف میاد و زمین سفید پوش شده و شما در یک مکان باستانی هستید، مکانتون نامی هست، کوهتون نامی، تپتون نامی، چشمتون نامی، احتمالاً سنگ نامی دارید، احتمالاً نام درتون نامیه، احتمالاً نام صخرتون نامی هست و قلعه باستانی دارید، به راحتی وقتی برف روی زمین باشه میتونید مکان بار رو با دقت تمام پیدا بکنید بدون استفاده از هر سیستمی. خب پس مکان ما مشخص شد که مکان ما نامی هست. وقتی برف به صورت یک پارچه روی زمین رو سفید پوش کرده، شما بعد از گذشت 24 ساعت از بارش برف، یعنی زمانی که برف بارشش متوقف شده باشه، شما به مکان برید، سعی کنید در یک بلندی قرار بگیرید. در بلندی قرار گرفتید، بایستی یک سری از موارد رو رعایت بکنید. اول اینکه دوستان اون مکانتون کود حیوانی در اونجا نبوده باشه، یعنی شما باید مکان رو از قبل بشناسید، بدونید که شخصی در اون مکان کود حیوانی نریخته باشه، چون کود حیوانی باعث ذوب برف میشه. مورد دوم، اون مکان درب یک قنات نباشه، درب یک چاه نباشه، یعنی از قبل شما قنات و چاهی رو داشتید، الان برف اومده، میرید اونجا و میبینید دقیقاً روی مکانی که درب چاه یا قنات هست ذوب شده. پس کود حیوانی نباشه، درب چاه یا قنات نباشه. کیس سوم، زیر اون خلع یا منفذی نباشه. کیس پنجم، در جهت طلوع آفتاب نباشه. کیس ششم دوستان، کیس ششم شما این هست که در شیب نباشه. و مورد آخر، مکانی که برف شما ذوب شده مساحتش بیشتر از 2x2 نباشه. اگر اینها رو رعایت کردید، اگر در مکان باستانی تشریف بردید و دیدید برف آب شده، همه جا به صورت سفید پوش و یک منطقه، یک نقطه کوچیک برف ذوب شده، مکانتون باستانی هست، مکانتون نامی هست، چشمه جاری کنارتون، یا اگر چشمه جاری نباشه قبلا جاری بوده باشه، مظهر چشمتون رو باید بدونید کجاست و چشمه نامی باشه. اگر این کیس رو داشتید، هدف همون مکانی هست که برف آب شده. امیدوارم این مطلب کوتاه مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. با لایکتون و سابسکرایبتون کانال خودتون رو که کانال فرهیختگان هست رو حمایت بکنید. دوستان سعی کردم تمام دوستان فرهیخته، تمام دوستان اندیشمند رو در کانال جمع بکنم
و بشینیم با همدیگه تبادل و نظر بکنیم برای رسیدن به موفقیت. عرض میکنم خدمت شما، برای رسیدن به موفقیت مطالعه بکنید و باز هم مطالعه بکنید. کلیپ های آموزشی ما رو هم حتما ببینید. مطمئن باشید کلیپ ها رو طوری تهیه کردم که مورد استفاده همه اقشار با هر سطح تحصیلی و هر سنی و هر شغلی که دارید قرار بگیره. عرض خاصی نیست، رضا ابراهیمی هستم، مثل همیشه دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان و نازنینان.